سلام میکنم به همه عزیزانی که هر جای دنیا به ما گوش میدن، عزیزان خداوند، کسانی که تشنه شنیدن کلام عیسی مسیح و تشنه حق و حقیقت هستن. خدا رو شکر برای امروز. عزیزان شما هم خوش اومدید. ما اینجا امروز گروه بزرگی داریم. خدا رو شکر میکنم برای وجود همه شما و امروز ما ادامه میدیم از باب اول کتاب رومیان آیه 16 و 17 رو میخونیم. امروز میخوایم 16 و 17 رو تموم کنیم با اجازتون. و باب یک آیه 16 و آیه 17 خیلی آیات مهمی هستن. کسایی که به مسیح ایمان میارن اینا از اون اولین آیه که آدم حفظ میکنه آیه 16 که از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهود بعد یونانی. و این خیلی آیه معروفی هم هستش. پس دو تا آیه هستش امروز، آیه 16 و آیه 17 رو که آیه 16 رو هفته پیش شروع کردیم یادتون باشه، از انجیل مسیح آر ندارم اون قسمت رو انجام دادیم زیرا که قوت خداست، امروز مونده و امروز ادامه میدیم. کلمه قوت رو اول یک مقداری در موردش صحبت کنیم و فکر کنیم. پس انجیل میگه که قوت خداست. پولس هم از انجیل مسیح آر نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه قوت خدا بود، قدرت خدا بود. قوت اون کلمه یونانی که به قوت ترجمه شده دینامیسه، کلمه داینامیک مثلا و دینامیت، اینجور چیزا. این کلمات هم از اون ساخته شده، به معنی قدرت بزرگ انفجاریه. میبینید دیگه یک حالت انفجاری داره، میگه قدرت خیلی عظیمه و این انرژی و قدرتیه که در خداست، متعلق به خداست. ما میدونیم که خدای ما خدای قادر مطلقه. قادر مطلق یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو، همه چیز برای او امکان پذیره، هر چی که اراده کنه انجام میده. و خدایی که قادر مطلق هستش یعنی هر چی که اراده کنه میتونه انجام بشه. با قدرتی که داشت میتونست که انسان رو به خاطر اینکه گناهکاره از صفحه روزگار محو کنه. نه اینجوری نیست. اگه شما میخواستین آزمایش کنین یک موجود جدیدی رو بیافرینید و دیدید که کار نکرد، چی کار میکردید؟ اون آزمایش رو، اون پروژه رو چی کار میکنن؟ کنسل میکنن، میگن دیگه کنسلش کردیم. ولی خدا کنسل نکرد اون پروژه رو. خدا اون قدرتش رو که میتونست برای این، برای از بین بردن انسان به کار ببره، یه طور دیگه مصرف کرد. مصرف کرد برای چی؟ برای نجات انسان، برای اینکه خبر خوش نجات رو به او بده. و خودش هم این نجات رو اصلا به وجود آورد، یعنی راه نجات رو خودش از طریق خودش انجام داد. چقدر زیباست، خدای نجاته. به همین دلیل هم انجیل مسیح رو به دنیا داد تا همه دنیا نجات پیدا کنه. پس به این نکته توجه کنیم که همه انسان ها، میگه چی هست؟ انجیل قوت خداست برای نجات کی؟ هر کس نیست؟ برای نجات هر کس که ایمان آورد. برای، پس نجات هر کسیه. پس همه انسان‌های روی کره زمین باید این نجات رو در موردش بشنون، اونو درک کنن و بفهمن. چرا؟ به خاطر اینکه نجات چیه؟ امید این دنیاست. نجات امید این دنیاست. اگه بشر میخواد امیدی داشته باشه، یک بشر فانی و فناپذیر امیدی داره به وسیله نجات عیسی مسیح، از انجیل عیسی مسیح بهش امید میده. امیدش چیه؟ این امید رو میده که او از بین نخواهد رفت، زندگی ابدی خواهد یافت. چقدر زیباست. دوم اینه که خدا همه اونهایی رو که ایمان آورن نجات میده. میگه هر که چی؟ ایمان بیاره. هر کسی که ایمان بیاره نجات میده. پس ایمان تنها شرط نجاته. یعنی یه نفر باور کنه، یه روز شما در مورد انجیل عیسی مسیح، یعنی چی انجیل گفتیم روز اول؟ یعنی خبر خوش، این که خبر خوشی که عیسی مسیح اومده به خاطر نجات ما روی صلیب جان داده. و امروز اگر ما باور کنیم و ایمان بیاریم، خدا گناهان ما رو میبخشه و به ما نیکویی خودش رو عطا میکنه. وقتی ما اینو باور میکنیم چی میشه؟ ما نجات پیدا میکنیم. پس هر کسی که ایمان آره بیاره این نجات رو پیدا میکنه، این قوت خدا در زندگی او عملی میشه.
در ضمن خدا همه اونهایی رو که ایمان آوردن چیکار میکنه؟ نجاتشون میده. چقدر جالبه، چقدر زیباست. و ایمان چیه؟ پس این یک ذره بیاییم در مورد ایمان فکر کنیم. ایمان یعنی چی؟ ایمان تنها باور کردن و اعتقاد داشتنه یا از اون هم یک قدمی فرانهادن هستش؟ چی هستش ایمان؟ این ایمانی که نجات بخشه. در مورد ایمان یه ذره فکر کنیم. به نظر شما ایمان چیه؟ باور کردن چیزهای ندیده هستش. بله، باور میکنیم چیزهایی رو که ندیدیم و اعتماد میکنیم به کلام خدا. چقدر زیبا میخوندم در مورد لوتر. لوتر خیلی چیز قشنگی در مورد ایمان میگه. میگه ایمان مثل یک کشتیه. انسان این طرف دریا وایستاده و میدونه که اگر این بر وایسته بمونه اونجا، خرابی و تباهی و مرگ انتظارشو میکشه، ولی میدونه که اون طرف دریا سلامتیه و یک کشتی هم اونجا هستش. و این شخص به خاطر اینکه خیلی میترسه به کشتی هم اعتماد نمیکنه. میگه اگه سوار کشتی هم شدم میمیرم، پس هیچ وقت پاشو تو کشتی نمیذاره که ببرتش. ولی اگر اعتماد کنه و پاشو توی اون کشتی بذاره، ایمان اون کشتیه، حاضر اونجا. ولی ما باور میکنیم فقط، بعضی وقتا آدم باور میکنه ولی زندگیش رو تسلیم نمیکنه. کشتی یعنی ایمان ما، یعنی اون کشتی که میخوام سوارشیم. اصلا کشتی که اسمش میاد یاد آدم یاد چی میفته؟ ماجرا میفته، نه ماجراجویی. ولی بعضی از ما ایمان مسیحی ما ماجرایی توش نیست، همینطوری داره در جا میزنه. ایمان ما رو نمیبره به جاهای دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتماد نمی کنیم و فقط باور می کنیم و فقط یک اعتقادیه که در مغز ما وجود داره. و شاید از شما از اون افراد بپرسی، از اون مسیحیان بپرسی، خیلی هم برای مسیح چیان؟ غیرت دارن، نه؟ بحث می کنن، غیرت مند می شن و خیلی در مورد مسیح می دونن. ولی هیچ وقت خودشون رو تسلیم اون کشتی ایمان نمی کنن. چون که وقتی من سوار کشتی میشم دیگه اختیار از دست من چی میشه؟ خارج میشه. دیگه اختیار داره کشتی من نیستم. اختیاردار و ناخدای کشتی یه نفر دیگه است که منو میبره. و خیلی ها نمیخوان اینطوری بشه، نه؟ و خیلی ها فکر میکنن اگه اختیار رو به دست ناخدا بسپارم و سوار کشتی بشن که ببرتشون، یک زندگی بی خود و یک زندگی خسته کننده و بورینگی خواهند داشت. در حالی که اینطوری نیست. وقتی آدم سوار اون کشتی میشه، اون ایمانش تازه میبره به جاهایی که هیچ کس رو نبرده. میدونید؟ وقتی من زبان من تسلیم ایمان من بشه، وقتی من گوشهای من این تسلیم ایمانم بشه، وقتی من قدمهای من، دستهای من، افکار من تسلیم این ایمان من بشه، ایمانم مسیح منو میبره به دنیاهای جدید، به دنیاهای تازه. و تازه من میفهمم که اون چرا که از این ایمان به دست آوردم خیلی متفاوته با اون زندگی که قبلا داشتم. خیلی خوشم اومد از این صحبتی که لوتر در مورد ایمان کرد. پس ایمان واقعی یعنی چی؟ تعهده. ایمان واقعی تسلیمه، تعهد و تسلیم. بنابراین خدا کسی رو نجات میده که ایمان داره، یعنی زندگی خودش رو واقعا تسلیم عیسی مسیح میکنه، اجازه میده که مسیح او رو ببره، اجازه میده که ایمانش او رو ببره، اجازه میده این کلام خدا او رو ببره به جاهای دیگه. دوباره میخونم از اولش. انجیل چیه؟ قوت خداست. از انجیل مسیح آر ندارم. چرا که هیچی؟ قوت خداست. برای چی؟ برای نجات. نجات کی؟ هر کس که ایمان بیاره. اول میگه یهود، بعد یونانی. حالا شما به این سوال من جواب بدید که چرا اول یهود؟ این چه خدای ریسیستیه؟ چرا خدا برتری نژادی داره صحبت میکنه؟ مگه نژاد یهود چه برتری بر مسیحی داره، بر غیر یهود داره؟ که من اول میگه یهود و بعد میگه غیر یهودی. خب کی نظری داره در این مورد؟ بیشتر با ایمان بودن. بیشتر با ایمان بودن، برای همون میگه اول یهود. چون خانواده‌اش بودن از قوم یهود اومد، خواست قومش نجات پیدا کنه. پس یعنی شما میگین که نظر شما هم اینه که خدا
طرفدار قوم یهوده. چون میگن تو اهل خانه، اونا جز خانه خودشون، جز قوم یهود، اونا جز خانه خودش بودن. بله، برگزیده خودان، هر نقشه خداوند این بود که از طریق قوم یهود. آفرین. بله، همه شما خیلی قشنگ جواب دادین، جوابهای عالی دادین. بله، خدا همه ملت ها رو دوست داره و یهود و غیر یهود در نظر او فرقی ندارند. اینجا تقدم و تأخر مقامی نیستش که بگه اول یهود یعنی اول اونا رو دوست دارم بعد شماها رو. از نظر زمانیه، اول یهود بعد ملت‌های دیگه. وقتی که قوم یهود به خدای واحد اعتقاد پیدا کردن، گفتن خدا یک و خداست و خدا خودش رو مکشوف کرد، بقیه ملت‌ها کجا بودن؟ هیچ کدوم خدای واحد رو نمی پرستیدن، درسته؟ پس خدا اول خودش رو مکشوف کرد به قوم یهود، بعدش هم کلامش رو داد به قوم یهود. کلامش داده شد، انبیا اومدن از طرف او صحبت کردن، مکاشفه خدا اول به قوم یهود داده شد، بالاخره خدا نجات دهنده پسر خودش عیسی مسیح رو از طریق قوم یهود فرستاد تا همه نجات پیدا بکنن. پس یهودیا کانالی شدن که از طریق آن خدا کلام خودش رو، نجات خودش رو، پسر خودش رو به دنیا داد. بنابراین عادلانه بود که انجیل هم اول به اونها موعظه بشه، نیستش؟ باید هم اینطوری باشه. اونها این همه سال قبل از مسیح، 2000 سال قبل از مسیح، اونها داشتن این ایمان رو داشتن اصلا. پس خوب بود که وقتی که نجات میاد، تا اون موقع شریعت رو نگه داشته بودن و الان که دیگه نیازی نبود که شریعت رو اجرا کنن، فقط پسر یگانه خدا اومده بود که با قوت خودش اونها رو نجات بده. اونها هم پس عادلانه بود که اول اونها بشنوند. در اینجا ما یه سکه‌ایه که دو رو داره. اول اینکه انجیل قدرت خداست و به همه ملت‌های جهان میرسه و مهم نیست که اونها از چه ملتی باشن، یهود، غیر یهود، از هر ملت دنیا. پس از این دو تا نتیجه میگیریم، هیچ کس از انجیل مسیح معاف نیست، یعنی هیچ کس از انجیل مسیح، یعنی از این بشارت چی حذف نمیشه. بگیم اینو از قلم بندازیم، مسیح مال اینا نیست، نجات مال اینا نیست، انجیل مال این قوم نیست، نمیتونیم بگیم نه. پس یه نفر که مبشره نمیتونه بگه که من اینا رو به اینا بشارت نمیدم، من به این گروه و این طبقه از اجتماع بشارت نمیدم، یا من به این دسته مذهبی بشارت نمیدم. نه، ما به همه بشارت میدیم. چرا؟ چون خدا میخواد همه بشنوه، چون امید همه است این نجات، امید همه است این انجیل، این خبر خوش برای همه است. خبر خوشه یعنی چیزی توش تعهدی به اون صورت، یه چیزی نمیخوان که بدن، یه چیزی میخوان بگیرن، هدیه است دیگه. چرا ما ندیم به همه اگر داریم؟ و دوم اینکه هیچ کس هم خودشو نباید معاف کنه از شنیدن بشارت. الان کسایی که شاید بشنون این پیام رو، یا الان روشن کردن این فیسبوک رو، همین لحظه که باز کردن من دارم اینجا صحبت میکنم، خودتون رو معاف نکنید. نگه من نمیرم کلیسا، هیچ وقت من نمیخوام در مورد انجیل بشنم، اینا دیگه چی دارن میگن؟ چرا باید من تولد تازه پیدا کنم؟ من از همون ایمانی که دارم راضی هستم. میگه که خودتون رو چیکار نکنید، معاف نکنید، خودتون رو حذف نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه انجیل برای همه هستش. هر چقدر ما زندگیمون تباه باشه، هر چقدر ما گناهکار باشیم، هر چقدر هم خوب باشیم، برای ما این خبر خوشه. چرا اونایی که خیلی خوبن خبر خوش نمیخوان؟ چرا؟ اونا هم میخوان. اونی که بده هم، اونی که مشکل داره، اونی که زحمت داره، اونی که اعتیاد داره، اون هم میخواد. پس همه نیاز به این خبر خوش دارن و ما هم داریم. چقدر زیباست. یه نفر که آیه یوحنا 7:37 رو داره، لطفاً باز کنه. و در اون روز آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده نگاه کرده گفت هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. عیسی اینو خودش گفت، هر که تشنه است بیاد و بنوشه. رومیان 10:12-13. زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همون خداوند خداوند همه است و دولت مرد است برای همه که نام او را می کند.
زیرا هر خداوند چقدر زیباست. میگه بین یهود و یونانی هیچ تفاوتی نیستش، خدا خدای همه است، دولتمند برای هر کی که چیکار کنه اسم او رو بگه. اول تیموتائوس 2:4 که میخواهد جمعی مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. چطور خوندی این فارسی رو؟ هیچ وقت مدرسه نرفته. لورا در آمریکا بوده و هیچ وقت مدرسه ایرانی نرفته. مرسی، خیلی قشنگ خوندی. مکاشفه 22:17 و رو به عروس میگویند بیا و هر چی میشنود بگوید بیا و هر چی تشنه باشد بیاید و هر چی خواهش دارد از آب حیوان بی قیمت بنوشد. مرسی خواهر بلبل، ما رو سورپریز کردین امروز شما. دستتون در نکا، چقدر قشنگ خوندین. روح و عروس میگویند بیا، هر که میشنود بیاید، هر که تشنه است بیاید، هر که خواهش دارد بنوشد. برای همه هستش. پس ایش که نگه من مسیحی نیستم، این مال من نیست، من برنگن نیستم، این مال من نیست، نه، این مال همه است. خدا اینو داده برای همه. چقدر جالبه وقتی شما سه حرفای منو میشنوی فکر میکنین که این اعتقاد منه، در حالی که اینجا میبینی اعتقاد کیه؟ خداست. کلام خدا 2000 ساله هیچ تغییری نکرده، عوض نشده و هنوزم میگه بیا. چقدر زیباست این. پس برای نجات همه، هر کسی که ایمان بیاره، اول یهود و بعد یونانی. و میرسیم به آیه بعدی، آیه 17، که این آیه 17 یه نفر، خودم میخونم اصلا ندادم از قبل، میگه در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. خیلی سخت به نظر آدم میاد، کمی نامفهومه این آیه، ولی کم کم وقتی که درش بیشتر عمیق بشیم این بیشتر برای ما مفهوم میشه. چقدر زیباست میگه که در آن، یعنی در آن یعنی در چی؟ آن یعنی چی؟ انجیل. در آن یعنی در انجیل عدالت خدا مکشوف میشود. اینو برای من معنی کنی، شما چی میفهمید؟ میگه که در انجیل عدالت خدا مکشوف میشه، همه چیز رو ثابت میکنه، همه چیز رو خدا ثابت میکنه در انجیل. مرسی. دیگه عدالت خدا ثابت میشه یعنی چی؟ عدالت خدا مکشوف، ببخشید، میشه. عدالت خدا، عدالت همون کلمه‌ایه که الان در اناجیل جدیدتر در 1001 پارسایی ترجمه شده، که پارسایی یک کمی نگاه میکنیم انگار مثل پارسی میمونه، آدم اولش نمیدونه معنیش چیه، ولی پارسایی از کلمه پاس دادن، پاس نگهبانی، از اونجا اصلش اومده. پارسا یعنی کسی که پاس میده، نگهبانی میده، مواظب، مراقبه. پس پارسا یعنی کسی که با تقواست، خدا ترس، معصوم، پاکدامن، به معنی حفظ و نگهبانیه. و نیکویی در آشوری میگیم چی؟ عدالت، کینوتا، کینه. به یه نفر میگن کینه، یکی از فقط انبیاش بهش میگن کینه، کی میدونه؟ فقط یکی از انبیا گفتن بهش اسمش و بعد کینه، ایو کینه، آفرین، ایوب عادل، ایوب نیکو یا نیکوکار، اینجوری آشوری میگن. پس به معنی نیکوییه، خوب، آدم خوب، درستکار. و در فارسی به خاطر اینکه در ترجمه قدیمی اینو ترجمه کردن از یه کلمه مثل اینجوریه، از جاستیفای، جاست هم همونه، از اصل لاتینش هم همون کلمه هستش، به معنی عادل، همون جاست یعنی چی؟ یعنی عادل دیگه، اینطوری نیستش؟ شاید به خاطر اون بوده که به معنی این عدالت ترجمه شده. ولی برای اونایی که سالهاست ایماندار هستن و کتاب مقدس قدیمی رو خوندن، کم کم پی بردن که این عدالت منظورش چیه؟ نیکوییه. پس میگه که در آن عدالت خدا مکشوف میشود. حالا با توجه به اینکه این عدالت به معنی اینجور معنی میده، شما باز هم
برای من بگید که چطور چی میفهمید اینو. از سر تقصیرات ما در تفسیر میگه از سر تقصیرات ما میگذرد و به ما شایستگی آن را میده. چقدر زیباست. یک متعلق مسیحی هستش به اسم آلستر میگراث، این ایرلندیه، 1953 به دنیا آمده و یک کتابی داره که الان به فارسی ترجمه شده، درآمدی بر الهیات مسیحی. انگلیسیش حتما میشه Introduction to Christian Theology something مثل چیزی مثل این. این متعلق مسیحی خیلی قشنگ در این مورد صحبت کرده. یه بخشی رو در صفحه 486 که این چون برگ برگ شده کتاب، من فقط کاغذش رو گذاشتم اینجا، در مورد لوتر میگه. این آیه 17 آیه ای بوده که زندگی لوتر رو تکان داده. اگر امروز ما نهضت پروتستانتیسم رو داریم، لوتر به خاطر این آیه مسیحی شد. چون لوتر فکر میکرد که خیلی گناهکاره، با اینکه خودش هم کی بود؟ کشیش بود، راهب کاتولیک بود، فارسی هم یادمون رفته، راهب کاتولیک بود و این شخصی بود که خیلی پارسایی داشتن اونام، نه؟ روزه سکوت میگرفتن، روزه ها میگرفتن، نمازها، دعاها، شبها، تا صبح بیدار میموندن. کسی نبود که بگیم گناهکار بود، ولی با این وجود احساسش این بود که خیلی گناهکاره و مقبول خدا نیستش. پس انسان، معمولا انسان‌ها، همه ما انسان‌ها یه مشکلی داریم، مشکل جدی داریم. معمولا آدم خودشو احساس نمی‌کنه که گناهکاره. اگه شما از هر کسی در مورد انجیل صحبت می‌کنید، اولین چیزی که میگه چیه؟ مگه من چی کردم؟ آدم کشتم، چیکار کردم؟ چیز کسی رو دزدیدم؟ نمیگن اینطوری، چون آدم خودش رو احساس می‌کنه چیه؟ اشکالی نداره. پس انسان یه مشکل جدی داره، فکر میکنه به اندازه کافی خوبه و با خوبی خودش میتونه نظر خدا رو جلب کنه. دلیلش هم اینه که انسان خودش رو با کی مقایسه میکنه. منم ممکنه بگم من خیلی خوشگلم یا خیلی زیبا هستم یا خیلی پولدار هستم یا خیلی عقل خیلی خوبی دارم، ولی با گفتن من که نیستش، نه؟ بعضی چیزای افراد در مورد خودشون میگن که نیستن اینطوری، به خاطر اینکه یه نفر دیگه میتونه قضاوت کنه. چیزایی هستن که دیگران در مورد ما قضاوت میکنن. پس در مورد گناه هم همینطوره. لوتر احساس میکرد که آدم گناهکاریه. خیلی زحمت کشته بود، خیلی زحمت کشته بود که خودش رو مقبول خدا بکنه از طریق شریعت مسیحی. شریعت بود دیگه اون چیزی که لوتر داشت انجام میداد. به همین خاطر در یک کتابی که نوشته، در یک اینتروداکشنی که برای اون کتابش گذاشته، مقدمه‌ای که نوشته، خیلی جالبه، من از روش میخونم. میگه سخت مشتاق بودم بدانم پولس در رسالش به رومیان چه میخواهد بگوید، اما آنچه مرا از درک این رساله باز میداشت نه ترس و هراسم از پولس، که صرفاً یک عبارت در فصل اول بود که در آن عدالت خدا مکشوف می شود. همین نکته باعث ناراحتی شده بود. چقدرم قشنگ برادر ما عیسی دیباج اینو ترجمه کرده، میگه از این عبارت یعنی عدالت خدا یا پارسایی خدا نفرت داشتم، زیرا به من یاد داده بودن که فکر کنم منظور آن عدالتی است که بر اساس آن خدای عادل گناهکاران ناپارسا را مجازات می کند. اگرچه فردی راهب بودم و زندگی پاک و بی‌عیبی داشتم، احساس می‌کردم گناهکارم و وجدانم در حضور خدا معذب است. نیز می‌دانستم که نمی‌توانم خدا را با اعمال خود خوشنود سازم. پس میاد و این آیه رو می‌خونه و این بار خداوند چشمانش رو باز می‌کنه از یک دیدگاه دیگه‌ای. این رو میبینه از یک دیدگاهی که خیلی متفاوت بود. که چی بود؟ میگه که منظور لوتر از مطالبی که در این قسمت معروف میگوید چیست؟
چه نکته ای کشف کرده است که این همه ذوق و شوق دارد؟ روشن است تصویری که از عبارت عدالت، عدالت خدا در ذهن داشته به کلی دگرگون شده است. اما ماهیت این دگرگونی چیست؟ ماهیت دگرگونی چی بوده؟ اینجا که میگه که در آن عدالت خدا مکشوف میشود، از ایمان تا ایمان احساس کرد که یک نوری اومد تو زندگیش، نه؟ میگه که از در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان. یعنی چی؟ در ترجمه جدید میگه که زیرا انجیل نشان میدهد که چگونه خدا آدمیان را مرسی کاملا نیک میشمارد. پس عدالت خدا میگه مکشوف میشه از ایمان تا ایمان، یعنی ایمان یک راهی رو باز میکنه تا عدالت خدا بیاد مکشوف بشه بر ما، یعنی روشن کنه راه ما رو. و خدا به وسیله همون عدالت خودش رو، اون عدالت عیسی مسیح رو چیکار میکنه؟ به حساب ما میگذاره. میگه خدا در کمال فیض و بزرگواری آنچرا گناهکاران نیازمند آنند در اختیارشان میگذارد تا پارسا شوند، تا عادل شمرده شوند. یعنی من که آدم بدی هستم، یک لحظه ای که ایمان میآورم به آن انجیل، به انجیل ایمان میاره دیگه، یه نفر میاد میگه که عیسی مسیح به جای تو مرده و تو دیگه اگر ایمان بیاری تمام گناهان تو خدا فراموش میکنه و من اینو باور میکنم، و اون لحظه که من باور میکنم خدا همه گناهان منو فراموش میکنه و به من یک عدالتی میده، مثل لباس یه نیکویی میده که منو بپوشونه، روی منو بپوشونه با خوبی خودش. پس میگه از نظر لوتر هر چیز رو که ما نیاز داریم برای نجاتمون خدا مهیا کرده، تدارک دیده. چیکار کرده؟ اولا پسرش رو فرستاده و بعد از اون هم عدالتش رو فرستاده و بعد از اون هم لوتر حتی یک قدم هم پیش میگذاره، میگه ایمانم فرستاده. لوتر میگه ایمانم اون فرستاده، میگه ایمانم. البته عیسی مسیح هم گفتش که کسی که پدرم اونو جذبش کنه، پدر من بخواد، اون میاد به من ایمان میاره. یعنی نشون میده که روح القدس، عمل روح القدس، کار روح القدس، جذب روح القدس، تشویق روح القدس در ایمان ما. یعنی ما وقتی که میریم کلام رو میشنویم، فرض کن یه نفر اومده و شما انجیل رو در مورد انجیل صحبت کردید و اون بلافاصله ایمان آورده، فکر میکنین از خودش بوده؟ نه، این تشویق روح القدس بوده، کار روح القدس اینه. پس برای اینه که ما قبل از اینکه برای یه نفر بشارت بدیم دعا میکنیم که خدا قلبشون رو آماده کنه، نیستش؟ خیلی از این هم لذت بردم. پس میگه که مثل کسیه که جریمه شده و خیلی کار بدی کرده و بهش میگن که کشته میشی، میمیری. اینم داستان رو هم، این رو هم، تمثیل رو لوتر میگه، قراره بمیری و این، ولی دادگاه گفته که اگر این جریمه رو بدی که خیلی جریمه بزرگیه، خب میتونی از این نجات پیدا کنی، از زندان نجات پیدا کنی. شما کدوم رو انتخاب میکنی؟ مرگ رو یا جریمه رو؟ جریمه رو. ولی لوتر و آگوستین هر دو متفق القولن که میگن ما جریمه رو نداریم که بدیم. نه؟ حالا به من بگی تا کدوم رو میخوای، مرگ رو میخوای یا جریمه؟ میگم جریمه رو. و بعد از اینکه جریمه رو انتخاب کنم میگه حالا بده، میگم ندارم. و اونجا میگه خدا اون جریمه رو هم خودش پرداخت میکنه، پرداخت کرده. میگه مبلغ لازم جهت خرید آزادی به شما هدیه شده است. هللویا. اون جریمه شما رو هم یک دفعه میده، این نفر هدیه آورده توی کیسه بزرگی، اون طلاهایی که قرار بدین آورده و شما میدین و آزاد میشین. و این میگه این کار مسیحه، میگه هدیه خداست. برای همینه میگه که نجات هدیه خداست. اگر شریعت بود چه فرقی با مذاهب دیگه داشت؟ ولی از یک طرف هم میگه ایمان، حالا ایمان آوردن. اینم خیلی کوتاه بگم چون در مورد ایمان یک فصل
مهمی هستش که فصل هشتم در مورد ایمانه. بعدا خیلی صحبت خواهیم کرد، ولی حالا بگیم ایمان چیه. لوتر میگه ایمانم خدا میده. شاید همه با این چیز موافق نباشن، ولی لوتر، از نظر لوتر میگه وقتی که تو ایمانم میاری، اون ایمانت هم هدیه خداست. انسان در انسانیت تو، این همه این capacity، این ظرفیت وجود نداره که تو بخوای ایمانم بیاری. اون ایمانت هم یه معجزه است، اونم هدیه خداست. خیلی از این هم لذت بردم، چقدر خوشم اومد از چیزایی که لوتر گفته بود. و میگه که علت این که برخی در نمیابن، اینم حرف لوتره، علت این که برخی در نمیابن چرا تنها ایمان انسان را پارسا میسازد آن است که نمیدانند ایمان چیست. پس اونی که میگه مگه میشه فقط ایمان بیارم گناهام همه فراموش بشه، من یک شخص خوبی در نظر خدا به حساب بیام، نمیشه. میگه که تو خودت اصلا ایمان نداری، تو نمیدونی ایمان واقعی چیه. اگر میدونستی ایمان چیه، باور میکردی که خدا میتونه همه کاری بکنه. نه، مگه نگویم قوت خداست؟ پس خدا همه چی رو قادر انجام بده، پس قادر این گناهکار رو هم چیکار کنه؟ ببخشه. پس انسانی که کامل نیستش، کلام خدا اینو میگه و در این قسمت از بخش از رومیان میگه ناقص و خطاکاره، و خدا هم خدای عادل هستش، 100% کاملا پاک و کاملا نیکو. و از نظر خدا وقتی خدا نگاه میکنه میگه که چیه میبینه؟ انسان چیه؟ قاصره. از آن استانداردی که خدا گذاشته برای نیکویی خیلی پایین تره، اصلا خیلی خیلی پایین تر. این استاندارد اینجاست، ما میگیم باش از اون 100% من 99% رو دیگه کردم دیگه، ولی خدا میبینه که از اون 100% 99% رو کردم، حالا 1% هم نشده شاید. پس از نظر خدا ما نمیتونیم به حضور خدا وارد بشیم. خدا در دنیای غیر مادی زندگی میکنه و اون زمین خود اونجا و طبیعت اونجا با وجود چی؟ گناهکار چی میشه؟ ناپاک میشه. نه؟ میکروب میبریم اونجا با خودمون، پس نمیذاره اصلا وارد بشه، میگه نمیذارم. ولی چی میشه؟ این تنها راهی که انسان میتونه وارد حضور خدا بشه اینه که بیگناه بشه، پاک بشه و خوب بشه و کاملا نیکو بشه. و این غیر ممکنه. چطور؟ کلام خدا میگه این امکان داره. چجوری امکان داره؟ انجیل میگه که مکاشفه عدالت خداست. انجیل چرا مکاشفه است؟ چرا مکاشفه عدالت هست؟ برای اینه که هیچ کس اینو نمیتونه درک کنه اگر مکاشفه نباشه. انجیل مکاشفه عدالت خداست و از طریقی که خدا به کار میبرد تا انسان را عادل کرده و با خودش آشتی دهد، پرده برداری میکنه. پس انجیل پرده رو بر میداره، باز میکنه برای ما، میگه که خدا چه راهی رو انتخاب کرده که انسان میتونه با اون نزدیک بشه. چقدر زیباست، خیلی عالیه. عدالت خدا مکشوف میشه در انجیل. یه نفر متی 5:20 رو بخونه. این در مورد اینه که خدا خیلی عادله و ما رو میخواد که ما واقعا مثل خودش باشیم. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما و عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهی شد. کاتبان کیا بودن؟ فریسیان. اینها پاکترین، مقدسترین مردم دوره خودشون بودن. کسایی بودن که نگاهشون باید پاک میشد، نگاه رو میبستن، ممکن بود بیفتن توی چاه، چون در اون لحظه میدونستن اگر به چیزی نگاه کنن وسوسه خواهند شد. خیلی مواظب بودن از غذاشون، از خورد و خوراکشون، از جاهایی که میرفتن، از طهارتشون، از همه غسل و طهارت، هیچی نبود که نکنن. روز و شب مواظب و مراقب بودن که پاک باشن و نیکو باشن. ولی مسیح چی میگه؟ میگه اگه به شما میگم اگر خوبی شما از اونام بهتر نباشید، از اونام بهتر اگر نباشید وارد ملکوت نمیتونید بشید. دوم قرنتیان 5:21. زیرا اون را که گناه نشناخت
مرسی آدلیا جان، هنوز فارسی رو فراموش نکردی ها. او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت، یعنی مسیح رو، تا ما در وی، یا ما به وسیله او، در ترجمه جدید میگه تا ما به وسیله او ما هم در برابر خدا نیک شویم، شمرده شویم، نیک شمرده شوید. پاسخ این پس مشکل انسان چی بود؟ گفتیم ایمان. ایمان هستش. وقتی که یه نفر به انجیل ایمان میاره، به مسیح ایمان میاره، یعنی واقعا باور میکنه که مسیح اونو نجات میده، پس خدا این ایمانش رو برداشته و به حساب عدالت او قرار میده. حالا بگیم اون شخص حالا کاملا نیک شده یا نه. آگوستین میگفت وقتی که خدا عدالت خودش رو، نیکوی خدا کامله، مطلقه، به حساب من میگذاره، من کاملا نیکو میشم. لوتر میگفت نه، اونو به حساب من میذاره، من نیکو نمیشم، اون مثل پوششی دور منو میگیره، ولی من همونطور میمونم. حالا کدومش درست میگه؟ روزی که به آسمان رفتیم، هر کدومشون یه حقایقی توشون هستش، نه؟ و چقدر زیباست که میان این آدمایی هستن مثل اینا که میان باز میکنن، نه؟ تشریح میکنن، مثل اون یادت میبینین دیگه، زیر میکروسکوپ میذاریم یه چیزو تشریحش میکنیم، آدم میفهمه تمام جزئیاتشو، و اینها ایمان ما رو آوردن، گذاشتن زیر میکروسکوپ. پس میگه وقتی که کسی ناعادل نیست و خدا، پس خدا عدالت خودش رو به حساب ما میذاره، کاملا ما رو به نیکو به حساب میاره. پس وقتی که خدا به ما نگاه میکنه از این طرف، ما کاملا نیکو هستیم. اوکی؟ وقتی ما از این طرف نگاه میکنیم، میبینیم که هنوز نیستیم، ما هنوز گناهکار هستیم، پس از دید خدا ما نیکو هستیم. دیدین شما یه چیزایی رو روی دیوارا میکشن، مثلا دو تا بال فرشته میکشن، خیلی خیلی هم طبیعیه، آدم میره جلوشو میسته، مشاگردام عکس میندازن جلوی اینا، میان وای میسته، انگار که واقعا بال شماست، و یک دختری که بال داره، از این طرف خدا میبینه، ما رو میبینه با اون بالها، ولی از اون طرف ما خودمون میدونیم که این بالهای ما چی؟ مال خودمون نیستند. پس آن شخص وقتی که به مسیح نجات میاره، هنوز ناقصه و احتمال گمراهی او وجود داره. برای همین این آیه باز هم بخونیم از اول، چقدر قشنگ این آیه، کاش حفظ میکردیم. بعضی وقتا نمیدونم چرا آدم حفظش نمیشه با اینکه صد دفعه هم میخونه، که در آن عدالت خدا مکشوف میشود. چی؟ از کجا تا کجا؟ ایمان. از ایمان تا ایمان، یعنی همون ایمان اولیه‌ای که تو رو نجات داده، ایمان آوردی، نگاه کردی به مسیح، اون تو رو نجاتت داد، و بعد ایمانی که همینطوری تو رو نگه می‌داره. پس باید ما همینطوری این ایمان رو لحظه به لحظه در زندگی خودمون هر دقیقه داشته باشیم و تجربه کنیم، چون خیلی ایمان عامل مهمی هستش. این ایمان احترام به پسر خداست، و به دلیل آن خدا ایمان ما رو میپذیره و به حساب عدالت او قرار میده. ولی به این نکته که اهمیت حیاتی دارد اینجا میگه توجه کنی، شخص باید به ایمان آوردن خود ادامه دهد و به طور مداوم از اولین لحظه ایمانش تا آخرین لحظه زندگیش روی زمین با ایمان زندگی کنند. روزی که تعمیدتون دادن چی گفتن؟ گفتن تا کی میخوای دنبال مسیح بری؟ نه؟ گفتین که تا موقعی که زنده هستم. پس تا موقعی که زنده ایم ما احتیاج به آن ایمان داریم. یک لحظه اون ایمان رو برداریم، یعنی اون کشتی رو بردارن، یادتونه دیگه، اون کشتی ماست اون ایمان، سوارش میشیم میریم به طرف نجات. پس یعنی حتی یک لحظه هم اگر ما خودمونو بندازیم توی دریا، کشتی نباشه، رفتیم. پس باید اون ایمان رو، نه که خودمون نگه داریم، کسی میتونه خودش ایمانش رو نگه داره؟ میتونه تمرین کنه، میتونه دعا کنه، کلام بخونه. میگه چی؟ از شنیدن، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پس این یه روشیه که ایمان ما تقویت میشه، نیستش؟ چقدر کلام خدا زنده است. همین یه دونه آیه چی داره که یک نفر رو نجات داده؟ حتما چیزی توش هست، به طوری که جان کالوین میگه که رومیان، میگه که کتاب رومیان در بخونید، کم کم بخونید، درست سخته، کم کم آسون میشه، کالوین اینو گفته ها،
و میگه کم یک موقعی دروازه‌ای در دریچه‌ای در روح شما باز میکنه که تمام گنج‌های آسمان رو از اون دریچه بتونید ببینید. برای همین ما رومیان رو انتخاب کردیم. کسی که رومیان رو میخونه خیلی اطلاعاتش و خیلی ایمانش بیشتر میشه. پس ایمان از ایمان تا ایمان. عادل میگه چی؟ به ایمان زیست خواهد کرد. پس اینجا دو تا معنی این دو تا عبارت چیه؟ از ایمان تا ایمان یعنی که همیشه این ایمان باید با ما باشه. اگر میخواییم که در مسیح رشد کنیم، میخواییم در مسیح زندگی کنیم، ایمان ما باید باشه و عادل به ایمان زیست خواهد کرد. این عادل به ایمان زیست خواهد کرد، یه نفر پیدایش 15:6 رو بخونه. پیدایش 15:6 رو کی داره؟ بخونه. پس این عادل به ایمان زیست خواهد کرد یه چیزی نیستش که پولس از خودش اختراع کرده باشه، اینو داره نقل قول میکنه از ابراهیم. پس میگه او این را برای وی عدالت محسوب کرد. وقتی که در پیدایش میگه ایمان، ابراهیم به خدا ایمان آورد و این خدا این ایمان رو برای وی به حساب چی گذاشت؟ نیکوییش گذاشت. ایمان، ابراهیم آدم کاملی بود؟ نه، خیلی وقتا اشتباه کرد. همه اشتباهاتش رو ما اینجا میبینیم در کلام خدا. چقدر خوبه که همه اشتباهات مردان خدا نوشته شده تا هیچ کس از خودش تعریف نکنه. اینم میگه به وسیله ایمان تا هیچ کس فخر نکند. یه جای دیگه آیه میگه همه شما وسیله ایمان نجات میده. چرا؟ تا هیچ کس فخر نکند، وگرنه همه فخر میکنند من از تو بهترم، من نجات دارم. الان که ایمانه، هیچ کس نمیتونه به دیگری فخر کنه، افتخار کنه. پس عادل به ایمان زیست خواهد کرد. به زبان بسیار ساده، همه ی عمر یک ایماندار باید چی باشه؟ زندگی ایمان باشه. از ایمان ابتدایی تا ایمان انتهای زندگیش و از ابتدا تا انتها به وسیله ایمان زنده باشد. پس موقعی که سختی ها میاد، ناراحتی ها میاد، مشکلات میاد، اون موقع ما بیشتر از همیشه باید مراقب باشیم که سوار این کشتی بمونیم، نه؟ برخلاف کسایی که تا یک مشکلی میاد، زحمتی میاد، اسمش میاد، اصلا ایمانشون چی میشه؟ میلرزه و ایمانشون رو فراموش میکنن. اتفاقا اون موقع ها هستش که ما بیشتر از همیشه ما به این کشتی نجات کشتی احتیاج داریم. پس یه نه اونی که باز کرد داره پیدایش 15:6 رو خوندیم، اعمال 13:39 رو بخونه. و به وسیله او هر که ایمان آورد عادل شمرده می شود، از هر چیزی که به شریعت موسی نتوانستید عادل شمرده شدید. یه آیه هم هست از حبقوق بخونم. میگه هان او را که به خویشتن می بالد ملاحظه کن، جان او در اندرونش صالح نیست، اما پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. به به، پس در حبقوق هم این دوباره تکرار شده. چقدر زیبا بود. به وسیله او هر که ایمان بیاره عادل شمرده میشه. برای همینه که ما میگیم اسم اینو میذاریم عادل شمردگی در نجات ما. یک درسی هست عادل شمردگی. یعنی چی؟ ما نیکو نمیشیم که، نیکو شمرده میشیم. از اون طرف خدا نگاه میکنه، دیدین دیگه یه عکس رو میذارن پشتش هم یه چیز دیگه، یه نفر عکس خودش رو میبینه. دیدین تو فیلم ها آدم خودش رو تو شیشه میبینه، ولی اون پشتش مثلا یک پسر فقیره، اون پشتش یه نفر جنتلمن با لباس خیلی زیباست. آدم خودش رو اونجوری میبینه و صورتش افتاده تو صورت اون مجسمه، انگار این لباس تن اونه. از این طرف این شکلیه، ولی از اون طرف ما خودمون میدونیم که چی هستیم. رومیان 1:17 رو کسی که داره بخونه. که در آن عدالت خدا مکشوف می شود از ایمان تا ایمان، چنانکه مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد نمود. و رومیان 3:28. رومیان: زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت مختصر ایمان عادل شمرده می شود. شکر. زیرا یقین میدانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده میشن. همین خیلی نزدیک بود به همین آیه که خوندیم. پس شکر کنیم با هم دیگه، دعا کنیم در این لحظه، شکر کنیم برای این عدالت
عدالت خدا به حساب ما گذاشته شده و این کشتی ایمان که خدا اجازه داده سوارش بشیم و به طرف او بریم، هللویا. و این کلام خدا که ایمان رو در ما تقویت میکنه. دعا کنیم و شکر، هممون شکر کنیم برای این و به خداوند ما بسپاریم این روز زیبایی رو که به ما داده بود و چقدر ما از وجود خداوند لذت بردیم. پس ما در اینجا کلاس خودمون رو تموم میکنیم، ولی شما هر جایی که هستید میتونید که دعا بکنید و شکر کنید برای نجات، نجاتی که بی قید و شرط هستش، به وسیله اعمال خوب ما به دست نمیاد، هیچ کس نمیتونه اون رو از ما بگیره، چون خدا مجاناً به ما داده، خودش داده و با قوت خودش داده و به وسیله ایمان هست که فقط ایمان بیاوریم. خدا عدالت خودش رو، نیکویی خودش رو به حساب ما میگذاره و در نظر او نیکو شمرده میشیم، به خاطر اینکه اون داره با عینک جدیدی به ما نگاه میکنه، از سوراخ دستای عیسی مسیح داره به ما نگاه میکنه. شکر. خداوند شما رو برکت بده تا هفته بعد.